مامان ما دوباره چیکار کردیم که نشوندی اون رو مبل و وایسادی بالا سرمون؟ به جون امیر تقصیر من نبود. چی تقصیر تو نبود؟ هر چی شادی بهت گفته. دستت درد نکنه استاد، یعنی من آدم فروشم؟ شاهین چیکار کرده؟ کاری نکرده. خودت الان گفتی. گفتی یه کاری کرده نمیخوام بفروشمش. به جون امیر تقصیر من نبود. مقر بیاین شاهین چیکار کرده؟ کاری نکرده بابا. ای بابا واسه چی احضارمون کردی مامان؟ حواستون جمع کنی. شادی برای کنکور تیزهوشان ثبت نام کرده. به جون امیر تقصیر من نبود. ای بابا. میگم که داداش شاهین میخوای بری یه چرت بزنی حالت بهتر شه؟ آره میخوام. بشین سر جات. هیچکی از جاش تکون نمیخوره. بشین. گوشتونو بدین به من. تا یه ماه دیگه که امتحان شادیه، هیچکس حق ورود به یا خروج از اتاق شادی رو نداره. مهمون نمیارین، مهمونی نمیرین، سفر بی سفر، سر و صدا، علم شنگ، داد و بیداد، موقوف، دعواهای خانوادگی به طور کلی تعطیل. این یه ماه آسه میرین، آسه میایین تا این بچه درسشو بخونه، امتحانشو بده، موفق شه بره پی کارش. چرا؟ دست رو رو گوشت وردار مامان، بفهمی من چی میگم، وردار اینو. برای که این تنها امید ماست. در واقع شادی بزرگترین امید ماست. ما باید هممون کمک کنیم بهش که موفق بشه، در آینده یه چیز داشته باشیم بهش افتخار کنیم. یعنی ما مایه سرافکندگی شمایی؟ من چی حرفی زدم؟ زدی دیگه مامان جان. سربسته زدی ولی من رو هوا گرفتم. شما یکی هر وقت یه نمره بالای 16 آوردی من قلبن بهت افتخار میکنم. چه توقعی داری مامانا؟ وقتی آدمو میذارین تو تبعید چه جوری 16 به بالا بگیرن؟ نمره 16 به پایین تو گردن من نندازا. من هیچ وقت بین بچه‌هام فرق نمیذارم. آره دارم میبینم. این که گفتم حواستون باشه تمرکز شادی به هم نخوره فرق گذاشتنه؟ نیست. شما کی بره تمرکز من یه قدم برداشتی؟ تو یکی که منو پیر کردی. صبح تا شب من جوش درس تو رو نمیخورم. من اصلا هیچ حرفی ندارم. من اعتراضی ندارم. من دارم. وارد نیست. باش من دنبال درستون. اینقدر به خواهرتون حسودی نکنین. خیلی کار زشتیه. خیلی رفتار زشتیه. باشین بریم. برو. راستی ماما من فردا امتحان نیم ترم فیزیک همه، بدون انوش هم هیچ جوره تو مخم نمیره. انوش بی انوش. ماما بی مامان. بعد نگی رفتی پنج گرفتی یا؟ این یکی یه دونه من باید تیزهوشان بشه. هر کیم بخواد موش بده اونو من خودم شتو پتش میکنم. نمیری در واکنی؟ نه همجور بایی میسی منو نگاه میکنی؟ آیفون خرم. من میرم.
من دارم با همه میگم که آخه تو ندیده رو واکنی، تو برو بشین سر درست. راست میگه دیگه، تا من هستم تو چرا بری؟ یکی یه دونه گل سرسبدی شازده خانومی قربان بشه مامانشی. خیلی خب بس حسود، برو بشین سر درست تستاتو بزن. یک ماه پاتو از اتاق نمیذاری بیرون. یک ماه پاتو از اتاق نمیذاری بیرون. تو برو بشین سر فیزیکت، فردا پنج نشی واسه من. محسن جان در کوچه رو وا میکنی بی زحمت؟ محسن ای بابا اینجا چی کار دارم من؟ پلیس مای من چکار کردن؟ قربونت دارم ککر. ای سامر قربونه ککایی گلی برون ککایی کهی اومدی تو حالت خوبه؟ آخه چطور خوبه؟ که اما اینجوری ناقافل اومدی که هنوز بو سربازی میدیم. آخه هنو نصف لباس رو تنمه. نصفش تنه تا چه وقت؟ خوی شاهینو لباسو میبینه ذوق میکنه، همش میگه آمو قربان آمو قربان شاهینو. آله باشه با باقی حرفامو بریم تو بزنیم. حقا که بیتو بیتو چمدون اومدی؟ ها که بو مونی؟ ها خب تا که؟ تا یه خونه کرایی دست با کنم. آخه چه کم چه کم. آه میخوای بیشتر بمونم ککو؟ نه اضافه خدمت میخوری که خدمت؟ خدمتی که تموم کردم رفت به کار شما. ها تموم کردم پای کارش. چه عالی چه عالی. اتفاقا شادی هم امتحان تیزهوشان داره. آ چه عالی. بتو بیا. بفرما بفرما. یالا یالا. بس چه ها بیان ببینید کی اومده؟ ساخونه. ببینید کی اومده؟ ساخونه. ساخونه. سلام آقا صابر گل، حالت چطوره؟ سلام بنده داش، خوبین؟ شهرمنده یه هایی بی خبر اومدم. نه بابا چه حرفی، اینجا خونه خودته، خوش اومدی. با چمدونم اومدی ولی با اجازتون اجازه بدین اومدم یه چند وقتی بمونم. بمونم جدی؟ ای بابا ای خدا بخواد واسم بیشترم موندیم. آره واسم که بیشترم موندی. چه خوبه که خدامونه که تو این بیشتر پیش ما بمونی. بی خبر مادی نکنه کسی طوری شده. نه 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 خدا رو شکر همه سر و مر گنده سلامم رسوندم به مسعد. سلامت باشن سلامت باشن. خوش اومدی قدم رو چشم بیا کاکو بیا چای شربتی با هم بزنیم. بفرما خوش اومدی. نندازی ماما نندازی بابا نندازی. شما کجا؟ اونجا. اونجا نمیشه. اونجا بفرما. نه عمو صابره ها. چه خوب شد گفتی من نمیشناختم. شما برو سر درست. ما مگه عمو صابره سر چند بار میاد اینجا؟ یکی دو بار. از شانس من باید همین الان باشه که تو امتحان دادی. مامان میخوام برم امیر شاهین. مامان من مامان من نکن. هی من چند تا بچه باهوش دارم. میخوای همه آرزوام بدی به باد فنا؟ برو سر درست. شادی برو سر. برو سر. برو سر درست مامان. خب آقا صابر تعریف کن ببینیم چه خبر. دست درد نکنه خیلی خوشگل. دوست داری آقا خودت درست کردی رو زحمت افتادی یا صابر من سرباز نیستم. دور شده هیچی همشی پیس پیس علکی مشغول کادو هاتو باشی چقدر قشنگه. خیلی مشنگه جایی چه خیلی مشنگه. دست درد نکنه بوسن سالون بایی که نمی سر هر بابا کمو داداش. دست درد نکنه. چه خبر؟ هیچ خدمت رو تموم کردم رفتم خدمت آقا جون و خانم جون بعدم یه ایراس اومدم خدمت شما. چی بشه؟ که ای خدا بخواد بزنم توی یه کاری. آقا صابر اون باغچه آقا جون چی شد؟ قرار بود بعد خدمتت بفروشه پولشو بده بزنی به یه کاری. ها فروختش خب. نه ککو اما فایده نکرد. چرا؟ پولش اوقدی نبود بشه کاری کرد. بی آقا جون میگفت که خیلی خوب میخرنش که ککو پایین خریدن چیزی دستمون نگرفت. ای بابا صد دفعه به این آقا جون گفتم بده خودم برات اوش میکنم گرون نداد که. منم برای همین اومدم خدمت شما که خودت دستم بگیری. محسن ها دستت بگیرم که بیزاریم سر کار کاکو. موسم بزن. ها خب میگیری کاکو؟ نه نمیگیرم. چی میگی؟ دستمو میگم میگیری روش کنم؟ شاید یک دقیقه بیا بشین برو با. بیا قربان بره من بشین. من بشینم پیش آموت. بیا با من خواه حرفای مهم بزنم.
این تهران شهر بزرگی ها. من این نمیدونم. سخت بود تونی گلیمی تو از او بکشی بیرون ها. آسون بود که خدمت شما نمیرسیدم. این خدمت میمونه، بالا و پایین زیاد داره. می خودت همیشه نمیگی که نون تو املاکه ها؟ معلومه که هست. من این نمیگی معامله های کلون میکنی؟ معلومه که معامله کلون میکنم. خب ببرم تو کار ملک، ایشالله این خودت روش کنم. جربزش هم دارم، نمیذارم از کردت پشیمون بشی کاکو. و کردم پشیمون بشم؟ بچه شدی؟ تو کاکام هستی؟ وظیفه‌مه که همه کاری برات بکنم. ببین این قنبرزاده عاشق منه، مدیرمون دارم میگم. آخ خداش هم باشه که یکی جفته من بیاد واسش کار بکنه. سلام، من از شما خوشم اومد. بیا سلام بگولا. ممنونم. تشکر کردم. دختر قشنگم، سوغاتش هم بیار. قربان بره مامانش. برو سر درس و مشقه. برو خانم. خانم باز میکنی. مامان جان، عزیزم. بیا ببین. کاکو. زن کاکو. بیا. چای، چای بخور، شیر بخور. دست درد نکنم. دست درد نکنم. خیلی راضیم. بابل نه. همه مونم آوردی. نمیده. خودش را بیزانه. یه ماه دیگه میبینمت. هیچی نمیشه. هیچی نشی. ترک تحصیل خواستگاری شوهر زود هنگام. چه بهتر. چرا یه پشت آدم در میای؟ خودت پیس پیس کردی؟ خب پیس پیس کردم که بهت بگم صابر بفرست بره یه ما دیگه بیاد. چجوری؟ یه راهی بذار پیش پام تا بذارم پیش پاش. پای خودته، من پس همین یه دونه بچه بر بیام بسمه. لیلا این فکر میکنه من معامله کلان میکنم. هر جا میشینی قپی شغلتو نیا که مردم دوچار خیال باطل نشن. روم حساب کرده. چجوری بهش بگم هیچی تو چندم نیست؟ شما که وعده سر خرمن میدی خودم حلش کن. باش که قنبرزاده اخراجم که شرمنده روی داداش مهربونم نشه. راهش همینه. شادی تو به زندگیت برس. چی گفتی؟ منظور چی بود؟ به این ور دیگه جلسه بذارینم تست. تو ازش بپرس دیگه. شادی؟ بله. جونه بابا محسن بگو باید چی کار بکنی؟ شادی دخترم؟ نه بگو دیگه. میگه شادی هره دختر خوبیه. میگه نه؟ ای بابا هره بابا بگو بگو نه. خب چطوری سامن؟ از خانم جون چه خبر؟ راستش بخوای آرتوروزش یه خورده معذبش کرده. صد دفعه بهش گفتم بیا اینجا برم دکتر، هیچ حسیده به این داروهای جاییش. اوه قنبرزاده است. گمونو میخواد بگه که چرا نیومدی سر کار. کاکو کاکو اگه شدیم ماجرای رشد منم بگو. صد درصد بگرد تخت باشه. الو سلام قربان، چطوری؟ خوب. خوبی؟ من بودم. شرمنده دیگه، میدونی داشتم بدم خدمتون که یه هو این داداشم از خدمت اومد. آره اومد خدمتون، حالا میرسم خدمتون. ای بابا آقا محسن، شما هم که همیشه سر چلوغه. میگم صدا چرا اینجوری شده ها؟ خب برای این که اگه یه وقت گذاشتی رو آیفون لو نریم دیگه. عجب فکر خوب کردی ها. خب بفرمودی بریم سر اصل مطلب. ببین آقا محسن، شما خیلی ناجوری. یه روز داداشت میاد، یه روز بابات میره. اصلا هیچگی هم که نیاد و بره، شما نصف روز میری فرزاد دیزی میزنی، نصف روز دیگرم معلوم چی کار داری میکنی؟ معلومه دیگه، نصف دیگرش میرم سر کار کار میکنم. ای پس چرا هر 6 ماه یه بار یه معامله هم جوش نمیدی؟ ببین آیه قنبرزاده،
یه چیزی من خدمتون عرض کنم، شما مسیر رو داری اشتباهی میری. فکر کنم به خاطر اون معامله آخری خورده دلخوری. یعنی قرار بونیم بود. نه خیر آقا موسی، شما اصلا عمل کردت اشکال داره. درست نیم، میگیری چی میگم؟ هرچی هم بهت آوانس میدم گل نمیزنی. الانم زنگ دادم کارت زرد دومو بهت بدم که بعدش کارت قرمز رو بدم. آقا شما علل اجاله اجالتن اخراجی و سلام. اخراج خدافز. برای چی؟ آقای قب قد کرد. آخیش دلم خالی شد. من نگاه نکن تستتو بزن. یعنی چی نصف روز من دیزی میزنم؟ بابا اخراجت کرد سر دیزی؟ نه بابا سر دیزی کسی رو اخراج میکنم. نه بابا سر دیزی اخراج شده. البته گفت علال اجاره، یعنی شاید دوباره برگردم سر کار. ای بابا شانس ما رو میبینی؟ صابه این که من اخراج شدم به خاطر بدشانسی خودم و نه تو. تو که خدا رو شکر رشد کردی، من اول راه بودم. بابا قضیه جدیه. محسن جان کی بود زنگ زد؟ مدیرمون بود، اخراج شدم. یه سری حرفای ناجورم زد. وا چرا؟ اون که عاشقت بود که. آره منم فکر میکردم عاشقم باشه. فکر میکردم به خاطر اون معامله آخر اخراجم بکنه. ولی سر دیزی و یه سری حرفای دیگه اخراجم کرد. شرمنده. قدم هم برد نحسی آورد. بعد شانس هم دیگه، بعد شانس. آخه مامان بابا جفتتون بالا. قبل جلسه یه خبر بدیم بد نیستا. بابا این چه کاری بود کردی؟ نقشه مامانت. نقشه شادی بود. به خدا مجبورم کردم. مجبور. شما سرندر. به خاطر شادی همون سنگ قلاب کردی. درست صحبت کن. آخه اون تفلکی چیکار با این شازده خانم داشت؟ اصلا مزاحم کسی میشه؟ والا. شما سر تو درست گفتم. واقعا که چطور دلتون اومد جوون مردمو ناامید کنی؟ تحویل بگیر لیلا خانم. والا همه کاسه گذاشتی که سر من. خودت گفتی بفرستش بره دیگه. من گفتم شادی امتحان داره بره بعدم بیاد. نگفتم نیومده بره دیگه هم نیاد. عموی بیچاره با کلی چمدون و امید و آرزو اومده به خونه داداشش. محسن پاشو زنگ بزن. به کجا؟ به هر جا که فکر میکنی واسه صابر ممکنه کار باشه. من فقط یه املاکی میشناختم که ازش اخراج شدم. اصلا هر کسی نقشه اخراج رو کشیده خودش میره کار رو درست میکنه. به من چه؟ محسن نقشه کشمون درس داره، خودت یه کارش بکن. واقعا که اما ببخشی ای آقا صابر جان، این بچه چیز نه، اون بچه دلپیچه داشت. بعد ما جلسه کردیم گفتیم چیکار کنیم ببریمش دکتر. بعد این قنادی بابا نصیر هنوز سر پا؟ بله بله، اتفاقا یه شعبه جدیدم زده از شعبه قبلی بزرگتر. شالو بشه 10 تا. سلامت باشی. شالو پول شب پارو بزنه بالو. سلامت باشی. یه لطفی میکنی بگی دستم تو شعبه بزرگوش بند کنه. ها کوچیکو هم شد راضی، اما هر کاری هم باشه میکنه. چیک کمم در نمیاد. صابر تو تحصیل کرده ای، لیسانسه ای، بری قنادی بابا نصیر کارگری بکنی، حرفا میزنه ها. کار کردن که آر نیکاکو، همین کارگریش هم تو شهر خودمون پیدا نمیشه. عینا من اینجا چیکار میکردم؟ اصلا بیا جفتی بریم خدمتش، بگیم دست دارم بگیره ها؟ نکشیدی نمیدونی، بیکاری سخته بالا. ببین، میدونم، یعنی نمیشه، ببین، بابا نصیر یه اخلاق خاص. بابا جونم خیلی هم خوش اخلاقه. نه من گفتم بد اخلاقه، گفتم یه اخلاق خاص. ببین بابا نصیر برادر منو استخدام نمیکنه. برادر تو میشه برادر شوهر من. منم که دخترگلی بابا نصیرم. بابا نصیرم رو حرف من نه نمیگه. خیلی ممنون. بابا نصیر جون منم دارم به تو رو میندازم. لیلا گلی دخترتون، نه محسن، نه روز به نه هیچ کس دیگه.
یعنی شما میگی من دخترم از بقیه تشخیص نمیدم؟ پس چرا رو زمین میندازین؟ آخه شوهرتو نمیشناسی؟ چه ربطی داره به شوهرم؟ خب اینم برادر همون شوهره دیگه. شوهرم که خیلی خوبه که بابا نصیب. جعفر جونم آقا ناپلئونو بچین توی یخچال. چشمم. این جعفر میبینی؟ من 9 تای دیگه عینشو دارم. 3 تاشون هم اضافه‌ام. نشوندن رو نیمکت. ذخیره نوروز و رمضان و نیمه شب. با این حال یکی یکی دارم میفرستمشون برن. بیا اینم کردم. بابا نصیب. من برم. آره دست درد نکنه. خسته نباشی. خیلی زحمت. اینم ببر برای خانواده‌ات. مرسی. بیا همین امروز اخراج. اینجوریه دخترم. اگر نه من که به تو نه نمیگم. بابا نصیب جای دیگه هم کار سراغ ندارین. این طفلکی خیلی پسر خوبیه. کار لازم هم هستش. من که بدم نمیاد دست محتاجو بگیرن. اگه سراغ داشتم خودم قبلش بهت میگفتم. چطوری بهش بگم نشد؟ خیلی رو این کار حساب کرده بود طفلی. زندگی اینجوریه دیگه دخترم. گاهی وقتا حساب کتابات به هم میریزه. باشه پس. خیلی ممنون. ببخشید. سلام برسونی. قربان. جعفر. لطیفه بیار بچه. چشم. خوش هورم آن هورم آن لسانی گل خوش آنی و بخان یو بخان نوای بول بول گدراکی نامن زاری شبازی لنسه داری لنسه داری خوش آدارستان دارستان ورزی بهار فصلی گلا اوران دشت و سهرا گدراکی نامن زاری شبازی لنسه داری لنسه چطور شد؟ ببخشید آقا صابر شرمنده گفت آدم جدید نمیخوام گفت کارگرای خودم هم همینجور رو نیمکتن ببخشید طوری نی حالا میگم اگه اجازه بدین من خودم برم یه صحبتی با بابا نصیر بکنم آقا صابر شدنی نیست اگه میشد بابام نه نمیگفت حرف شما متین حالا اگه اجازه بدین برم شانسمو امتحان کنم آخه ببین بابا نصیر یه اخلاق خاصی نه که بگم بد اخلاقه ها اصلا ولی خود بد قله میشناسمش زن کوکا پدر زن کاکاما باشه خب برو ما منتظر میمونیم تا برگردی پس شما برین من خودم میام باش شما کجا؟ منم میرم که عمو صابر تنها نباشه دیگه تو مگه امتحان فیزیک نداری فردا؟ مامان جون از امتحان فیزیک من مهمتر تیز دوشان شدن شادی خانومه ما باشیم حواسش پرت میشیم امیر آه منم میرم خدافز موازم شاهین باش موازم باش از خیابون رد میشیم خدافز داده بیدار ریخ آقا بذار جمع کن بفرمه شما برو سر کار سلام بابا نسی سلام بابا نسی صابرم کاکای مصطفی دیده آه بله خوبه گفتم نرو گفت میخوام برم بازم بگم نرو گفت میره دیگه سبر بهش میگفتی نرو نمیرفت دیگه حالا اتفاقا بدم نشد محسن خودش میره با بابا نصیر حرف میزنه خیالش راحت میشه بیا این تا وقتی کارگیرش نیاد خیالش راحت نمیشه من نگران غرورشم که له نشه یهو اوه حالا انگار بابا نصیرم میخواد چیکارش بکنه چرا دیگه براق بشه بهش غرورش تعطیل میشه میره پی کارش حالا اونجوریام که تو میگی نیست داداشت خیلی عوض شده همینجوری نمیخوره تو پرش چی گفته من میگم نهیدی چطوری اصرار میکرد ببریش تو املاکی؟ نهیدی چطوری پرید وسط جلسه خانوادگی ما زن داداش زن داداش منو ببر دستم تو قنادی بابا نصیر بند کن ببین وقتی جلو من تو باشه یه بحثه سلام. جلو بابا نصیر باشه یه بحث دیگه است سلام سر نظر به بیابون خدا سلام چطور؟ عموتون کو؟ نیومد گنگور کرد خودشو؟ موندش تو مغازه بابا نصیر که بابا نصیر چیکارش کنه؟ کار یادش بده چه کاری؟ کارهای پشت دخل یه سر فرستادش پشت دخل؟ بعد جوری مهرش افتاده بود به دل بابا نصیر اصلا یه وضعی ها چطور؟ من که گفتم بابا نصیر گفت نه ثابت که گفت آره الان من براتون توضیح میدم اولش بابا نصیر افتاده بود رمود نه بعد برگشت به عمو صابر گفت که پسر جان بیا بشین یه خود از خود تعریف کن ببینم چی کاره عمو صابرم یه ساعتی داشت بابا نصیر حرف میزد من نفهمیدم چی گفتش که بابا نصیر یه دفعه تش افتاد رمود کف صد دفعه نگفتم درست حرف بزن
آقا نصیر دیگه چی گفت؟ راجب من چی میگفت؟ راجب شما حرفی نزد، فقط به من گفت امیر بچه جان از عموت یاد بگی، نجابت تو چشاش موج میزنه. ای خدا دمت گرم که نذاشتی این بچه خورد و خمیر بشه. یه کرم دیگه هم بکن، دل بابا نصیر رو نسبت به من نرمش کن. اوه هنو هیچی نشده، زدی تو مود حسودی؟ حسودی؟ بچه شدی؟ من از خدا میکشه گفتن برادرمو ببینم. چه میدونم، گفتم شاید تو هم مثل بعضیا چش دیدن موفقیت بقیه رو نداشته باشی. اگه کسی بین بعضیا و بقیه فرقی نذاره، ملت هم حسادت نمیکنه. شادی نپلک، برو تو اتاق دنبال درست. برو دیگه. اگه این بچه تیز هوش نشه، من خودم و خودتو شت و پت میکنم. حالا ببین. به من چه ربطی داره مامان؟ ربط داره مامان، ربط داره. محسن بقیه این اوتو کن، تختت هم تخلیه کنم و صابرت بعد اونجا بخوابه. میگم واقعا عمود استخدام شد. آره پشت دخت دیگه. آره پشت دخت بودش کار میکرد. واقعا من فردا میره دیگه، فردا پس فردا. فردا و پس فردا. خیلی خوبه که خوبه. ای؟ امصابه حالا تو برو فعلا به کارت بره. تو اصلا یه ما نباید بیاد از اتاقه. برو یه ما دیگه بیا. ما موجو درست رو بخون. برو دست. خب بچه درس خونه با ادب بیازا تو این خونه به هیچ دردی نمیخونه. آره به هیچ دردی نمیخونه. برو حالا بیا شیری بخونیم. بیا اون منه. مرجانی گرفتی دیگه نه؟ آره آره. بچه بیشتر بیاری پر آمو دست درد نکنه بله. همون کرمی مالو خوشمزی میشه. خوشمزی چیز بخوره نون کره. نه همون میمالم به اینکه چرب و چیلی خوشمزه نون کره چی چیه دیگه. بله همون. ولی من باید خوب باید بزنم. یکی بدام. خوبه همینطوری خوبه همون. نه باید یک ذره بیشترش. اما خوبه دیگه بلو. هم صبر. یه کار رو انجام بده. یک ذره کره بیارم. یه ذره. نه نمیخوام برم تو. همینجا یه کار بکنم. همینجا چیکار؟ شادی کنی. قربان بره مامانش. امتحان مامان. امتحان. گذشت بده بونه زنگ بکن. خوب آمو دست درد کنم. نه ما صبر. نه ما. چرا؟ نه ما. بابا نصیب ببینه که هر مالی دیگه کفرش در میاد. نه ما. مطمئنی کاکو؟ خودم صد بار انجام دادم دیدم کفرش در اومده. نه ما. گفتم کره بمال رو این جوجا گفت بمال. حتما حواسش نبوده. امی تو چرا بهش نمیگی نمال؟ من گفتم ولی فکر کنم بابا هنسی همه هنگ شده. نمال بابا خوب باد میزنه. قایمش کن یه جه قایمش میکنه. بابا خوب باد میزنه. کره میمان روشون که آب شن تو دهن. نه واسه چی؟ یعنی شما با کره مالی مشکلی نداری؟ مشکل؟ صاب جوجه تکه نعمته. چرا وقتی من دارم کره میمالم میگی؟ بابا برام کمکش دیگه. نه نه پری که تو دست بالشونه بس کارشو بکنه. ببخشیدا مثلا اینکه صابر جوجه همون محسن جوجه است. این کرمالی اولش روش من بوده ها. آقا محسن برو روز به گیر بیا یکم با هم فوتبال دستی بزنیم. برو جانم برو. بفهمت حامد جان باقیش باشه اسبت دو حرکت دیگه ماتم بابا نسه اینو میارین اینجا با اینو میارین اینجا کشمات میشم برش کن حسد ندارم شما همیشه آرزوتون بود من کشمات کنین حالا داری میری؟ برم یکم با صابر گپ بزنم آخه زشته مهمونه باری کرده همه سوال، باری کرده ها عجب بوی رو انداختی بجا بود به نه عزیز من همه سوال همه سوال بیا بردار ببر بیا خدافز به به چه بوی آقا جون به به تو تا حالا دیده بودی که آقای من یه همچه بوی را بندازه نه انصافا نه همه سواله که تکه اختیار دارید بابا نسیر دستش درد نکنه بابا نسیر جواد میستندلی گرفته برای خونش سویچ وانتو بده بدم بهش برداره ببره جواد دست فرمون نداره آشو من خودم میشینم دیگه بدتر بابا نسی آقا من وانت مغازه رو دست هر کسی نمیتونم که بدم نسی جا این وانت رو گذاشتین جلوی یه پل پارکینگ همسایی صداشون در اومده من گذاشتم مهر خانم همین حالا میرم جا به جاش دست درد نکنه بودو منم ببرم
ماشین دست صابر میدی به من نمیدی بابا نسیم؟ واسه کارهای مغازه لازم داره بچه. خب منم گفتم لازم دارم دیگه. خب منم بچه تونم. یا نکنه نیستم. خیلی خوب به صابر میگم بره میز جواد واسش ببره. حله؟ آقا به رانندگی اطمینان ندارم. نسیم بست شما درد نکنه. همه تو رفتین چرا؟ خب یکیتون بالا سر این جوجه ها وایسه میسوزه. من هستم خیالت رو هم. خیلی خب پس اینو بچر خوب بعد خوب هم باید بزن. خب شازده دو مادرم نخور زینوم زده ادواناز میام یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا ماد اومد بارون گرفت و آم اومد نادون گرفت شازده دو مادرم نخور که کار ما انجوم گرفت یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا سر کوچه عروسخانو سر شطور کردم قطار سر کوچه شازده دوم و دست گل کردم سوار یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا باریکلا بچه ها تشویقش کنیم باریکلا زنده باد آقا صابر صدات که خیلی خوب بود حال کردیم حالا بریم یه دست شطرنج بزنیم ببینیم شطرنج چه جوری داره. خیلی تعریفی بود. بریم بریم. بریم. ببین تو الان این اسب تو بذاری اینجا پیاده من زدی بزن باریکلا حالا ما این رخمونو میکشیم عقب بیار اینجا ما اونجا شهرمنده ها ببون اصلا خیلی وارد نیستم حالا من فیلو رو نه نه فیلو دستر جاش بود تو این وزیر تو بذاری اینجا من ماتم جدی؟ آخه دستم خورد به این فیلو من دست به موره حرکت نیم من که نایدم ولی من دیدم با اون نصیر تو مهم نیستی یعنی من باید ببینم که نهیدم دیگه بابا نصیب ببخشید دستتون رو ببوسید بجام دیگه بجام ماتم کن بجام اینجا اصلا باریکلا تشویقش کنیم بچه ها نصیب جان ما برای جهیزی دختر اشرف خانم هنوز هیچی ندادیم خیلی خوب میدیم حالا همه کوچه درداری سهمش رو دادن الا ما امروز چکشو می‌نویسم دست درد نکنه بگو دست چیکت کجاست برات بیارم تو گام صندوقه صاحب بیار یاد مون چش برو هم صاحب من بده لفظ گاف صندوق رو گفتی به صابه آره مگه چیه بابا دخلم دستشه لیلا بابا اون چایی چی شد دم کشید چشم پرم ماتم بریم که وضع خرابه دستش رو که میگفتی همیه؟ آره آره بده من چه که این من خدا رو دیگه رمز گاف صندوقشو به من که دو سال زنشم نگفته اون وقت به کسی که فقط سه هفته است میشناسه میگه ببخشید مجرون سه هفته نیست و چند سال صابر برداشت اون چند ساله که شما میفرمایی حکم برادر آقا محسن رو داشته اما تو این چند روزه یهو شدش پسرش اب نداره بذار تفلک بیره مخفه کنه یه پسر سر به راه هم داره بده ببخشید یعنی حامد چموشه آروز بابا اصلا پسرش نیست سر راهیه گفتم پسر سر به راه یعنی یکی که حرفشو بخونه مثل من میگوید چرا بابا نصیر عاشق منه چرا برام میمیره روزبه هم اگه دو کلم حرف بابامو گوش میکرد خودشو تو دل بابا نصیر جا کرده ببخشیدا من بدبخت بیچاره غیر از رشته دانشگاهی یه کاری که رفتم دنبالش و زنی که دوست داشتم به کدوم حرف بابا نصیر گوش ندادم ها بابا نصیر هر حرفی بزنه من در جا میگم چش من. اون محسنه که بابت هر چیزی با بابا نصیر جر میکنه داماد مظلومی من دنیا به خودش دیده من کرمی مالم میگه چرا مالیدی؟
ولی یه نفر یه وقتی میماله میگه به به چه چه، از سنگ صدا در میاد ولی از من نمیاد. راست میگه، منتها محسن و بابا نصیر جنس رابطهشون یه جور خاصیه. ببخشید چه جور خاصیه؟ یعنی که محبت بینشون جاری هست ولی از بیرون معلوم نیست. ببخشید اونی که میگی رابطه نصیر و حامده، اصلا نصیر از درون حامد رو دوست داره. بحث اطلاعتون درن بابا نصر به کل عوض شده ماما خان. وا یعنی چی شده؟ بچه ها شورش نکنین، بچه بازی در نیارین. بابا نصر هنوزم همه ماها رو دوست داره. کیش خود من پا پیش نمیذاشتم، محال بود به صابر کار بده، نمیداد که. ببخشید لیلا، حالا من نمیخوام بین جمع بگم که چطوری دست رد زد به سینم. نه بابا. بله ولی حالا من از اطمینان برای یه کاری برو پیشش، چیزی ازش بخوابیم چی کار میکنم. بابا منم پس بفرما. اینا که دیگه جای خود داره. دختربالی بابا همیشه جای خودشو داشته و داره. وش چای میبرم براش ببینین. من نمیخوام. اینم یه چای دارچین عالیه، تازه دم برای بابا نصیر ببره. پس چای صابر کو؟ صابر خان بعد نهار چای نمیخوره. جدی؟ معدت اذیت میشه؟ نه خب کلا ضرر داره، شما کمتر بخورید بهتره. راست میگی؟ آره یه عمر اشتباه کردم، بس دیگه. بابا نصیر جون، کارت سوخت والتو میدین؟ هفته بچه های امتحان داشتن، هی بردم آوردمشون، بنزین کم آوردم، میدین؟ آزاد بذار. بابا نصیر جون شما که همیشه به ما لطف دارین، کارت سوختتون رو به ما میدین، حالا یه بار دیگه هم لطفا بدین من بزنم. خودت دوست نگون دخترم، وانه دست صابره، کارت سوختش هم لازم داره، آزاد بذار دیگه هم عثمان چای نیار. سرا خیلی بامزن صابر خان، بچه ها آماده شین داریم میریم. صابر هم اینجا میمونه، عصر میخوام ببرمش بازار نونوارش کنم. نه دیگه مزاحم تو نمیشن. مزاحم چیه؟ میشیم میریم بابا. پس ما میشینیم. نه خیر شما نمیشینیم، بس که نشینید چی گفتم، داریم میریم. ماما من میخوام پیش عمو صابر بمونم. تو مگه امتحان نداری پاش ببینم؟ منم دلم بهتره، بچه ها دوست دارم پیشم باشن. بچه ها میخوام پیشت باشن، همینجا باشن. نمیشه بابا نصیر، مدرسه دارم باید کاراشونو کنن. محسن، آقا محسن. بله. بپر برو خونه بند و بچه ها رو، بچه ها رو برده بیار اینجا، شب میمونم. ببخشید. آخ جون میمونی، هر کیو نگه داره تو یکیو میبرم. نمیام. خواهش میکنم، زحمت کشید. خوش اومدید. خیلی خسارت کردید. نه بابا زحمت رو خودتون کشیدید. ولی زحمت اصلی رو صابر جان کشید. الحق جواب تکه. بله. همه چیشون خوبه. خوششون داد نخوشان. میشه جان. بمونین حرف دارم. این بچه خوابش میاد بابا نصر، اگه اجازه بدیم ما مرخص میشیم. بله همین که روزبه گفت. بچه ما امتحان داره، ببخشید. همونی که لیلا گفت. گفتم بمونی. از قیافه تک تکتون پیداست که چه فکرای تو سرتونه. خیال نمی کردم بچه هایی که من تربیت کردم تحمل دیدن خوشی دیگران رو نداشته باشن. این صابر اونجا که شما فکر میکنین نیست، نه واسه من خودشیرینی کرده، نخواسته جای شما رو بگیره. تو این دنیا هیچ کی نمیتونه جای کسی دیگه ای رو بگیره. اگه زیر بال پرشو گرفتم، اگه بهش محبت میکنم، فقط به خاطر غیرتشه.
آماسه اون باغچه‌ای که آقا جون داشت و فروخ که بزنه به کاری میدونی چی شده؟ چی شده؟ پس اندازش هم گذاشت روش، بعد به یه بابای اطمینان کرد، روی ملکی سرمایه گذاری کرد، ولی طرف دو ماه بعد غیب شد. پول باغچه و پس انداز بازنشستگی کلهم دود شد رفت هوا. صاحبه تو که گفتی پایین خریدن نشد کاری بکنی که؟ آقا صاحبه خب چرا به محسن نگفتی از اول؟ ناسلامتی برادر بزرگته. صابرم وقتی خدمتش تموم شده موضوع رو فهمیده، بعد بلافاصله اومده تهران که جبران مافات آقاشو بکنه. روز اولی که قضیه رو برام گفت قسمم داد به خاطر آقا جونش چیزی به کسی نگم، کسی فکر نکنه که آقا جونش ندونم کاری کرده. حسنم اینم من دست رو بند کردم تو قنادی. الانم راضی نبود من اینا رو بگم، گفتم که دلتون باش صاف بشه. ازتون میخوام که باش مهربون باشین، حواشو داشته باشین، جنمشو داره، انشالله کار میکنه، ضرر آقاشو جبران میکنه، خودش هم سر سامون میگه. بابا نسیر، این شما هنوز ما رو دوست داری؟ من قربون همه تو میرم، شما همه بچه های منین. آخه آدم مگه میشه بچه هاشو دوست داشته باشه؟ داماد مظلومت من دوست داری؟ عروسی چه مظلومی؟ ببخشید 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 روز بجا قربونتون برم آقا جون. زنده باشید. عروس بابا نداشت خواهش بفرم خودشی بابا نداشت. سلام علیکم. بفر قابل نداشت. بفر صابه برو بیان چی میخواد. سلام. سلام. بفرمایید چطور شده؟ صاحب قنادی شمایی؟ نه والله. تکیه؟ بگو آقا. اسمشون؟ بابا نسیر. مگه چطور شده؟ سلام. سلام. آقای بابا نسیر، فروزنده هستم، مأمور شهرداری. فرمایشتون؟ به ما گزارش دادن شما توی واحد مسکونی طبقه دومتون ساخت و ساز غیر مجاز انجام دادی. یعنی یکی اومده جاسوسی منو کرده راپورت داده؟ پرت گفته. شما واحد مسکونی رو کردین آشپزخونه قنادی. این از نظر قوانین ساخت و ساز تخلفه. تا حالا سه بارم براتون اختیاریه اومده شما توجهی نکردید. اختیاریه اومده؟ کدوم اختیاریه؟ بچه‌ها شما اختیاریه دیدین؟ نه آقا، ما چیزی ندیدیم. ما ندیدیم آقا. نه، ما اختیاریه ندیدیم. یعنی من دروغ میگم. آقای محترم، من حکم ضابط قضایی رو برای پلم مغازه‌تون دارم. خانم من نگفتم شما دروغ میگی. بلکه اندای صد تا قبضی که هر روز می‌ریزن در مغازه یه جای گم و گور شده. خانم من 15 سال این قنادی رو دارم، مالیاتم هم به موقع دادم، خلافی هم نکردم، اسنادش هم موجوده. بحث مالیات مربوط به داراییه، ساخت و ساز مربوط به دایره ماست. خب حالا فرمایشتون؟ مطلبم اینه، من به شما یک هفته فرصت میدم تا آشپزخونتون رو تخریب کنین، نکنین طبق قانون مغازتون رو پلم میکنم. این قانونی که میگی تا حالا کجا بوده؟ گویا لای همون قبضه‌ای که ریختین دم در گم و گور شده. یعنی شما میخوای بگی من قانون رو دور زدم؟ من اطلاعی ندارم. اطلاعی نداری؟ پس چرا تهمت میزنی دختر؟ تهمت نزدم، گفتم اطلاعی ندارم. ضمناً اسم من فروزنده است، دختر نیست. شما به جایی که سر من داد بکشی بهتر بری یه فکری به حال آشپزخونت بکنی. من هیچ فکری ندارم بکنم. این مغازه 15 سال همین ریختی بوده، همین ریختی هم میمونه. نمیمونه، عرض کردم پلم میشه. یعنی تو یه الف بچه میخوای پلم بش کنی؟ من نماینده قانونم آقا، درست صحبت کنین، صداتونو بیارین پایین. دختر به تو یاد ندادن با بزرگتر چطوری حرف بزنی؟ ببینید آقای بابا نصیر، من دارم کارمو انجام میدم، داد و بیداد کردنم هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
بهتره کاری که گفتم انجام بده. بفرما بیرون، بفرما بیرون دختر جون. با این سلوکی که تو داری خدا به داده شوهرت برسه. شما نمیخواد قصه شوهر نداشته ای منو بخورید. قصه خودتون رو بخورین که ممکنه چند روز دیگه مغازتون پلم بشه. من میرم ساندویچی سر خیابون بعد از نهار برمیگردم. برمیگردی که برمیگردی. نیم وجبی اومده تهدیدم میکنه. چه اقتداری داشت. اونی که اصلا